سرخط اخبار. پوستر تیم المپیاد افغانستان در 16امین المپیاد اخترشناسی و اختر فیزیک اول شد. منع رفتن خانم ها به بند امیر توسط دولت طالبان. غرق شدن شناگر افغانستانی در استخر محل برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاه های جهان. سفر هیئت پارلمانی ایران به کابل، متقی امیر عبداللهیان را به کابل دعوت کرد. پناهجویان سوریه و افغانستان بیشترین متقاضیان پناهندگی در اروپا. با سلام و احترامات نیک به بخش اخبار شامگاهی از تلویزیون همدم شما را خوش آمدید میگم. با مروری بر مهمترین اخبار امروز یک شنبه 5 سنبله 1400 در خدمت شما هستیم. پوستر تیم المپیاد افغانستان در 16امین المپیاد اخترشناسی و اختر فیزیک اول شد. انجمن خصوصی نجومی کیهانه میگوید که به نمایندگی از افغانستان در 16امین المپیاد بین‌المللی اخترشناسی و اختر فیزیک در پولند شرکت کرده و طرحش مقام اول را از آن خود کرده است. در صفحه فیسبوک این رویداد علمی آمده است که جایزه بهترین پوسترهای المپیک به تیم‌های افغانستان و قبرس رسیده است. انجمن کیهانه میگوید که افغانستان برای اولین بار در 16امین المپیاد بین‌المللی اخترشناسی و اخترفیزیک اشتراک کرده است. کیهانه نوشته است: خوشحالیم که اعلام کنیم که در این المپیاد طرح گروه المپیاد افغانستان برنده مقام اول شد. به گفته انجمن کیهانه، طرح افغانستان از میان 53 کشور بیشترین رأی را از آن خود کرده است. این انجمن اما در مورد طرح خود توضیحات بیشتر ارائه نکرده است. منع رفتن خانم ها به بند امیر توسط دولت طالبان. خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در سفری به بامیان اعلام کرد که زنان اجازه رفتن به بند امیر بامیان را ندارند. این مقام طالبان در یک سخنرانی گفت: بعد از این به بند امیر خانم ها و خواهرهای ما رفته نمی توانند تا آن وقتی که یک اصول جور کنیم. به گفته او سیاحت نه فرض و نه واجب است. او خواهان همکاری ماموران این اداره موسوم به محتسبین برای اجرای این دستورالعمل شد. آقای حنفی در این سخنرانی تأکید می‌کند جلوگیری از بی‌حجابی را ملت، علما و رهبر طالبان می‌خواهند و حکم الهی است. پس از تسلط طالبان بیشتر بازدیدکنندگان از بند امیر پارک ملی افغانستان در بامیان مردها و افراد طالبان هستند و شمار اندکی از زنان نیز همراه با بستگان خود به این محل سفر می‌کردند. سال گذشته طالبان با صدور فرمانی زنان را از رفتن به پارک ها منع کرد. غرق شدن شناگر افغانستانی در استخر محل برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاه های جهان. عبدالوارث کریمی، شناگر افغانستانی که از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان برای شرکت در مسابقات دانشگاه‌های جهان به روسیه فرستاده شده است، پس از شروع رقابت 50 متر شنای پروانه در استخر محل برگزاری مسابقات در آب غرق و توسط تیم نجات غریق از آب بیرون کشیده شد. سفر هیئت پارلمانی ایران به کابل، متقی امیر عبداللهیان را به کابل دعوت کرد. همزمان با سفر هیئت پارلمانی ایران به کابل، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک تماس تلفنی از وزیر خارجه ایران به کابل دعوت کرده است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک تماس تلفنی در مورد توزیع آب دریان هلمند گفتگو کرده است. امیر عبداللهیان بار دیگر بر مسئله حقابه ایران از دریای هلمند تاکید کرده است. وزارت خارجه ایران گفته است امیر عبداللهیان با اشاره به حضور گسترده اتباع افغانستان در ایران افزود: تهران
بر همکاری همه طرف‌ها در داخل افغانستان در راستای ثبات و امنیت و رفاه مردم افغانستان تاکید دارد. وزارت خارجه ایران گفته است که متقی به پاس قدردانی از ایران از عبداللهیان برای سفر به کابل دعوت کرده است، اما وزارت امور خارجه ایران نگفته که آیا این وی دعوت را پذیرفته است یا خیر. وزارت خارجه ایران هر روز در مورد مکالمات تلفنی و بازدید هیئت ایران از مناطق پایین بند کجکی و بند کمالخان چیزی نگفته است، اما این وزارت از دیدار امیرخان متقی با هیئت 7 نفره پارلمان ایران به ریاست جواد کریمی قدوسی در کابل خبر داده است. همچنان امیرخان متقی به هیئت ایرانی در مورد سیاست حکومت طالبان در زمینه مواد مخدر و کشت کوکنار معلومات داده و گفته است که حکومت این گروه درمان حدود 4 میلیون معتاد را آغاز کرده است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به هیئت ایرانی گفته است که تجارت و ترانزیت با کشورهای منطقه از جمله کشورهای همسایه ادامه دارد و افغانستان در حال حاضر به مرکز اتصال میان این کشورها مبدل شده است. پناهجویان سوریه و افغانستان بیشترین متقاضیان پناهندگی در اروپا. بر اساس گزارشی که آژانس مهاجرت اتحادیه اروپا منتشر کرده، تنها در ماه می امسال یعنی حدود 3 ماه پیش بیشتر از 80 هزار نفر در کشورهای مختلف عضو این اتحادیه درخواست پناهندگی دادند که در صدر آنها پناهجویان از سوریه و افغانستان قرار دارند. نظر به این گزارش، برای نخستین بار سوری‌ها بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی با 12110 متقاضی و شهروندان افغانستان با 7210 متقاضی در رده دوم قرار دارند. این رقم در مقایسه با همین ماه در سال 2022 حدود 27% افزایش را نشان می‌دهد. آلمان با 23000 درخواستی در صدر کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد. در ماه می 3065 درخواست پناهندگی کودکان دریافت شده که 985 تن آنها پناهجویان افغانستان هستند. با تشکر از همراهی شما، این بود مهمترین اخبار امروز یک شنبه 5 اسفند 1402 خورشیدی. وقتتان بخیر، خدا نگهدار.